سلام با سراچن خوش آمدین. میگن کسی او بازی کردن در کتاب خواندن یاد نمیگیره. سابقا میگفتن که خوبترین سرمایه تجربه انسان است، چیزایی که از سر گذراندیم. امشب از یک زندگی میاییم که سراسر قصه، کار و تجربه است. مهمان امشب ما مدیر اسدالله کوهستانی است. خوش آمدین مدیر، بفرمایید. سلام. بسیار خوش آمدین. حال شما خوب است؟ بفرمایید. سلام به جوانا. سلام به همشیرای عزیز ما و کارکنان تکنیکی عزیز. بفرمایید. بفرمایید. خوش آمدین. مهربونی کردید. جناب شمس مهربونی. استاد اسدالله کوهستانی مدیر لیسه غلام حیدرخان کابل که یکی از لیسه های پر افتخار هستند. بسیار خوش آمدین استاد. بسیار خوش هستیم شما رو در برنامه داریم. بسیار تشکر لطف کردین. همه شما هم بسیار خوش آمدین. امیدوارم که امشب در قصه هایی که با استاد کوهستانی داریم همه ما لذت ببریم و استفاده بکنیم. ما چای داریم استاد و انرژی داریم. هر دو با هم خوردن نمیشه، هر کدام انتخاب میکنید. بهترین چیزا را دارید. شما لطف میکنید. سپاس. با موقعش میگیریم در دوش. لطف میکنین. لطف میکنین. امیر روال شروع برنامه ما یک قسمی است که از سالهای اول زندگی میمون ما پرسان میکنیم. اولی است که پیش از شروع زندگی شما بپرسیم شما خود یک آدم طالمن میدانین یا نه؟ والا طالب خب دو سه روز پیش می بردم قصه کردم سه. خب وقت طالبمند بالام نیستیم. خب خوب بد نیست. نه موفقیت دادن که میبینم آدم طالبمند معلوم میشین. والا نظر من بین شرایط های او زمانی که تیر میشه خب پلانا و برنامه هایی داشتیم با کمک یاری خداوند موفق بودیم سه. اونو بودی که طالیست. آه درست. ولی یکی شش ماه از کریر چهار سال به طول رفته شاید بسیار طالمندی نشان نده. واقعا یک خاطری بسیار جالب بوده با ما. خب در جایش قسم میکنیم بیاین از اول بریم. بله. حالی که خود آدم طالمند میدانین در ابتدا بگوین کدام سال تولد شدین و در کجا تولد شدین؟ کوهستان در نامتان میه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در سال 1337 در ولایت کاپیسا ولسوالی سه دوم قریه ما نامش خوب جالب است چیرک بیرک. خب در اونجا متولد شدیم و در اونجا تحصیلات ابتدایی و ثانوی خودم به پیش بردیم. او سالای اول زندگی در قریه های افغانستان او سالا چه قسم بود؟ چی تصویر به ما میتین؟ او فضا یادتان می؟ 100% به یاد ما میه. یک موضوع اساسی عمده و مهمشی بوده که به جوانان بی تاثیرات خوب داره که حالا برزی ها موقع خوب مساعد است ولی در اون زمان ها به ما نبود مساعد. مثلا چطور؟ به این مانا مساعد نبود که ما زمانی که به تحصیلات دوره ثانوی می رفتیم از قریه ما الى مکتب یک ساعت فاصله بود. آها. و خودش یک ساعت جالب است پیادروی. یک ساعت پیاده روی ما می رفتیم سه به لیسه نامداری که به نام لیسه محمود راقیست. ما در اونجا بعد از صنف هفت تحصیلات دیگه خود تا صنف دوازدهم در اونجا با پایان رسانیدیم که همیشه وقت در طول همه قصالی که ما فارغ شدیم یک ساعت فاصله رای ما بود. خب و می رفتیم و بالاخره باز از 12 سال مکمل. بله از صنف هفت تا 12. خب از صنف 6 الی صنف هفتم باز کمی فاصلهش نزدیکتر بود. مکتبی بود به نام مکتب ابتدایی رحمان خیل میگفتن. ما از صنف اول الی صنف هفتم در همون مکتب میخواندیم که فاصلهش نیم ساعت را بود از خانه الی مکتب. خب به همین شکل تیر کردیم دوره ابتدا را. باز داخل مکتب چه قصه بود؟ امروز که شما تقریبا 30 سال مدیر یک مکتب بودین و با جوانا و با اخلاق و با خویشان و با فضایشان بلد هستین، او وقتا داخل مکتب چی گپا بود؟ اما تو گرم بود مثل امروز؟ در او وقتا واقعا گرم بود. آه. تعلیم و تربیه به شکلی که لازم بود در او وقت بود. بعد ماش داشتیم در جایش یک تعداد خواهمی جامعه است. در جامعه با شما در حالتش یکم زورگویی ها می باشه ولی یک تعداد بچه‌ای که به امو شکلان بوده
حال در جای بسیار بالا کار وظیفه داره. تاثیرات محیط می باشه بالای جوان ها و جوان ها یک تعدادش زیر تاثیر محیط زیر اثراتش میره، ولی به او پیمانه نبوده که ما از تحصیل باز بانیم و با ما سخت واقع شوه. کسایی که اصلا به قانون مقررات مکتب پابند نبودن این تو گپ نبوده، اما کس به کارش بود به وظیفهش. حتی کسایی که در او وقت باز در درس و تعلیم بود صنف 6 و 7ش بهترین خط داشته، بهترین کتاب خوان بود، والی هم کلان کلان مردم هاست و وقتای خوشی بود که به یاد ما بیه. زیاد گپایش به یاد ما از این دوران ها و زمان ها. بیاین یک چیز دیگه هم بپرسیم که از دل بچه هایی که در مکتب هستن بیاییم لط خوردیم گاهی یا نیدام مکتب. والا ما یک استاد داشتیم که حال یادش بخیر در کشور سویدن است. آدم بسیار دلسوز بود، بچه ها را دوست داشت. بخاطر که لط میگن دلسوز میگین؟ با توضیح میتونم. بچه ها را دوست داشت، صمیمیت داشت، دوستی و صمیمیت و یک پایش پیش ما دلایل مختلف خود داره. زمانی که به سند داخل میشد یک بکس داشت که گاهی وقت ما تقلید از او را میکنم. دمی دستش می بود، باز می آمد، اول بچه ها کفتان و لارسید می گفت. ای استاد بزرگوار ما دست به سینه می گرفت و بچه ها ادای احترام می کسه. باز بکس خود اوجه می مون سر میز معلم یک بار دوره می کس سنفه تا با آخر. اما استاد مرا یک سری بسیار محکم کاری زده که او با لذت هم داره، یاد ما هم نمی ره با لذت داره، عمل روابط داریم چه کشور سویدن است. از طریق فضای مجازی روابط وجود داره، ما سخت احترامش داریم واقعا و سپاسگزارم هستیم که بالای ما زحمات زیادی را کشیده، تاریخ با ما درس میداد. خب استاد تاریخ که از گپایش یادم است که عنوان درس بود تفرقه بنداز حکومت کن. خب باز ما خود چون دوره متعلمی و دوره بچگی در فکری می بودیم که تفریح چوک شد و برو برای تو گپا متوجه نبودیم، ولی حال او تشریح را که من سرش فکر میکنم عنوان مهمه بوده. تفرقه بنداز حکومت کنه در این چندین سال ها ما دیدم. بله. خب شما هم که منتظر تفریح بودین دیگه، یعنی مانای از این که ما لطه خوردیم و یک سیلی کاری خوب بیادم از بله. آره که گفتین که شما منتظر وقفه یا منتظر ساعت زنگ تفریح می بودین، با شما هم مثل زندان بوده مکتب، درست است؟ بعضی ها که می باشه نه؟ واقعا مثل زندان هرچند آدم می سازه ولی خود گاهی وقتا سخت است. قیودات واقعی بود، درست، انضباط از این که انضباط، قیودات، مدی سیبایی که در وقت بود با بیادم است واقعا تو مدی سیبه بود که خداوندی را مغفرت بکنه. نظم و نظامش به حدی بود که استاد میشد دمو پیشروی تعمیر، زمانی که بچه ها از فیل میرفت به سنفا باز کدام معلم شد که ناوقت میامد از دور ای دیگه کدام تنبیه نبودم ساعت خود سیل میکرد. ساعت خود همینطور که سیل میکرد معلم شد میدید که مدیرم ساعت سیل داره پس میرفت اگر ناوقت میبود. یعنی قیودات بوده که به نفع نظام تعلیم و تربیتی بودن، تعلیم و تربیه وقت بود، درست. باز زندان گفتی نه و تو نبود به اون شکل، ولی ما میگفتیم تفریح شود که برای بیرو خوب چمن مکتب بود، لیسه محمود راقی چمن بسیار خوب سبز داشت. باز بچه ها میبرم از سب به تفریح 15 دقیقه بود، میرفتیم در چمن میشیشتیم 10-15 بچه یک جای 10-15 به همین رقم نان می آوردیم با خود از خانه. خب بکس ها نان مادرها میداد بیموندیم. با ساعت تفریح یک گوگرد هم با از اونجا پیدا میکردیم، باز پلتای گوگردش پس میکردیم، مرچ نمک هم انداختیم داخل قوطی گوگرد، داخل قوطی. باز دمو تفریح اونجا میشیستیم سه نان به همراه مرچ نمک میخوردیم، میگم قصه و مذاق هم میکردیم. 15 دقیقه تفریح باز خلاص میشد از نظم و نظام که تو قصه بکنیم بگویم. دیگه بچه با جرأت ازی نبود کجا بگرده، هر کی باز به صنف خود میرفت، در این خودش یک نظام است. بله، این انضباطی که امروز شما
در مکتب آوردین یا میخواین بیارین ایره از بی‌انضباطی بسیاری ها یاد گرفتین یا از انضباطشان؟ والا ما قصه را که برد گفتم خب مکتب آموزنده است که باید بیاموز آدم دزگاه تعلیمی است تربیتی است و ما مو تقلیل های مدیر سیب سید محمد خان خداوند مغفرتش کنم ما میکنم سیب و دزگاه تعلیمی و تربیتی نظم و نظام که نبود به هدف نمیرسه آدم بله بله هدف ما اینه داریم که هدف دور هدف ها به سه قسم است میان مدت وسط و هدف دور هدف دور همیست که بچه های ما چطور بتانه فاکولته بره بچه های پایینی ما که از یک سنف به سنف دیگه میره چطور باید اندوخته بره این در صورت میشه که یک نظم نظام واقعی حاکم باشه بله بنابراین ما تا که در معارف باشم کوشش میکنیم که مکتب نظم نظام خود داشته باشه بله بله بسیار خوب است قبل از که وقفه بریم استاد در مورد خانواده هم بگوین شما چند برادر چند خواهر دارین و از خانواده پدری هم یاد میکنین با 8 برادر دارم و 4 خواهر که از برادرها ما دو میشه هستم برادر کلانم ما دارم دوش از ده کپیسا ده بو وطن پدری ده بو جای پدری و دیگاه ما هستیم در مشهر کابل هستیم یک تای ما به کشور بیرون است شما از بین اینها اتفاقی معلم شدین مدیر شدین یا دیگرها هم هستن در خانواده والا صرف ما تنها در معارف هستیم برادرهای دیگه در بخش های دیگه حکومت کار میکنه و ما در معارف هستیم تنها خب بسیار خوب مدیر صاحب دستاورده بسیار جالب و خوبی داره در عرصه معارف یک ویدیوی بسیار جالب داریم پس از وقفه شما نشان میتیم و روش صحبت میکنیم با ما باشیم بسیار خوش آمدین ادامه برنامه سراچه است. بسیار خوش آمدین استاد کوهستانی رو با خود داریم یکی از تأثیرات انضباط بسیار خوبه که در لیسه که استاد مدیر است اونجا دیدیم و داشتیم و در چندین سال در رسانه‌های اجتماعی شما شنیدین جمع کردن یک مجموعه از اسلحه ها چاقو بوکس پنجه چیزهای دیگه که من نامش بلد نیستم از این هاست. یک ویدیوی کوتاه داریم رو میبینیم و مدیر صاحب تبصره خواهد کردن آه بله نام خدا استاد ای ای بیخی نشان میده که مربوط دوزار دفاع باشه آه مهم است خب اینجا همه چیز از دیگه نه؟ این سپری هم هست یک چیز یک دکان بنجاره است خب بگوین اینا چطور جمع کردین؟ چقدر در از این جمع کردن از یا لذت بردین یا چقدر به تنگ شدین واقعا جناب شمس پمطور یک ما پیشتر یادآوری کردم تاثیرات محیط نسبت به هرس بالا زیاد است بله. به این معنی که پدر میبینی انسان بسیار شریف مادر میبینی ولی یک دانش آموز مکتب مشکل می داشته باشه این به این معنی است که بچه نقص نداره همون تاثیرات محیط است که بالای بچه تاثیر خدا به جا مگذاره بله. جا مگذاره این چیزایی را که شما دیده در طول سالهای متمادی چیزای نو نیست این بوده که ما پنج نرم کردیم بنا به امو رسالت و دینی که ما داریم در قبال فرزندهای عزیزی کشور بله. ما باید یار برای نیک و برای راست رهنمون باشیم بنان با قویدات قسم وضع کردم که بچه های ما قلم انتخاب کنن در جمع کردن از یخو امو کسایی که چیزها را داره تو جوانک های بسیار چی می باشه؟ پر انرژی می باشه؟ گرم و آتشین اختارم دادیتون؟ خیلی وقتا زورگویی کردن؟ نه تا فعلا که ما وظیفه اجرا میکنم ما از طرف شاگرد اختار ندیدیم شد برعکس شما اختار دادیم دیگه ما اختار هم ندادیم ولی توصیه و نصیحتی که لازم بوده به رئیس یک پدر معنوی ما به بچه ها گفتیم جالبی است که از شما تاثیر داشتن ما مدیرا و معلمین زیاد دیگری داریم که شاید گپاشون تاثیر نداره دیگه یا کمتر تاثیر داشتن یک موضوع عمده و مهم ما باید یاد بکنم ما معلم ها قسمی باید باشیم که
شاگرد ما درک کنه بفهمه که امی واقعا به صفت یک پدر معنوی عمل میکنه. اگر بچه ما میره درک کرد، ما میتونیم بعد خود برسیم. یک تعداد کساس که مسلک معلمی مسلک مقدس است واقعا. بله بله درست است، واقعا مسلک مقدس است. اگر به صورت درست اساسی دین و رسالت خود ما درک بکنیم، به بچه بفهمونیم که ما تو را دوست دارم. بله. امی بچه هم درک کنه که امی مدیر دروغ نمیگو، ما را دوست داره. دوست داشتن چی؟ درس خوب بتیم بی، نظم و نظام داشته باشیم، از بچه ما در جایی که لازم است دفاع داشته باشیم. بالاخره بچه درک میکنه که مدیر میگو ما شما را دوست دارم، خیلی دوست داره دیگه. درست. ما را درس خوب میته، نظم و نظام خوب است، فضای آموزش خوب وجود داره. بنابراین مدیر گپ بگه، گفت گپش گوش بگی. ما کوشش کردیم که با بچه ما دروغ نگویم. درست. در دلم چیز که بود بچه را بگویم که ما با بچه ها اختار گفتی گپ نهایی را میزنم. گپ نهایی من میست که اونم اختار است در موسر فیل مکتب خو اگه اختاری باشه اختار هم است. گپ نهایی اختار است. بچه ها را من میگویم که بچه هم از اینکه زیاد گپ بزنیم وقت در بگیریم، پدر مادرت مرا گفته میده یا جور کو یا بیا گپ دیگه شنو میگویم یا بکن یا جنازه شو بیار رمیز دیگه. پدر مادر دائم طرفدار عزیز که اولادشون صادق سالم بله. تربیه شوه به جامعه بره. هیچ پدر مادری را سراغ نداریم جناب شمس که ما اتو درک کنیم که طرفداری باشه که خدا نخواسته خدا نخواسته به چیش خوب نبرایه. بله بله. اما فامیلا طرفداری است که بچهش یک بچه صالح، یک بچه تعلیم یافته، یک بله، بچه بله، با ادب. بنابراین من مو اختار میتونم، من اکثرا شاید پدر مادر یار نشناشم ولی 70% من میشناشم. گاهی نشده که پدر کدام شاگرد بیا بگه هم فنکشی بشه من پس بتی؟ والا نه تو خونه شده، ولی شده سام یک مادر یک وقت آمد بچهش در شبانه بود باز به چیزی یک چاقو داشت، شکایت ازی به ما رسید و بالاخره این چاقوی ازی رک مگرفتم. باز صبح مادرش آمد، مادرش آمد و گفت که مدیر زیفی چاقوی بچه من چرا گرفتی؟ بچه من دشمن دارش، از خود دفاع کنه. تو از دشمن ها خود نگاه میکرد و همین شکل ای همه خاطر است امیر در طول وظیفه من تو یک گپ شده. باز من راستی یک کمی قارم کدم، من گفتم مادر اولین مادری را مدیدم که از بچه خود از چاقو دفاع میکنه، از چاقویش جای تاسف از گفتم مادر، ولی حالا اگر من تو را به صفت یک مادر کشور خشونت کنم و بگویم از شما برای و غیره، این نزاکتا به من به صفت مدیر خوب نیست، ولی من از خودت مادر بشه گله شدید دارم. خب بنان کیمه دیگه دمی رابطه گپم نزن. باز مادر رفت چاقو رو ندادین برشان؟ نه چاقو رو برشان ندادیم. خب باز همین مادر به صبحش آمد، صبحش آمد معذرت کرد که ما می گپ خوب نگفتیم، باز ما گپایی که لازم بود برای خب، مادرم گفتیم که ما دین رسالت خودت هم میخواییم تطبیق شد که بچهت بچه شد. بالاخره باز معذرت هم کرد، دیگه من در طول وظیفه ندیدم کسی خب، بیاو بگویه که تو بی اصله ناره یا جاری که از بچه ما بوده ایره بتی. و باز جای خوشی و خوبی هم دهمیست که ما بچه ها را گفتیم در مستر فیل مکتب، زمانی که مکتب شروع میشه آغاز میشه در ابتدای سال، که بچه های ما یک گپی رو بر شما میگویم با ایندهتان تاثیرات مثبت خوبه داره. هر آن کسی که با یک تا از این بکس پنجر یک تا چاقو را و این قلم رو میبرم از سر فیل یار با تعدادش میگیریم بچه علاقه داره چرا انتخاب میکنی؟ خب باز بچه ها با یک صدا میگویم ما قلم انتخاب میکنیم دیگه. باز من میگم قلم که انتخاب کردی بشه مگزی ها کسی داره تا یک هفته به من بیاره تحصیلی میکنه امارت هم میکارم میکنم. باز بچه ها من خوب خاطره نیک دارم که باز میارن سب که من میره یافتم از سرک، یافتم از سر قبرستان، یافتم با اومد اگر بشه قایم میشنی میگرم که از سر قبر که یافتی و از کدام کوچه یافتی. خب آوردن دیگه با تسلیم میکنه. باز یک چاکلیت هم میتمش نا گفته نمانم یک جره خرابات هم هست. خب خب چاکلیت هم میتمش باز برش میگویم بچیم که تشویقش هم میکنم. خب خب با یکم تایش بویای زیاد نباشه او رو برش که با بفامونم صبح مو کارم میکنه بیتر. چی کدین اونی که سر فایل میکردن؟ والا والا کردن نی؟ معلم خود دروغ باید نگوینی. بله 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 کردن. در سالهای بوده که
این کارام شده. آه درست. یک چیزی که من به یادم است، امی فایل که استاد میکردن پیش ازی که ساعت 8 بجه برن داخل صنف، باز بچه هایی که بسیار شوخ هستن در پشتر ساعت میشن، در گوش یکی میزنن که سنگ مندازن، اجزا حتما زیاد دیدن. بله بله، باز در جایی که شاگرد های ما فایل میشن، سابقه اونجا جای مناسب نبود، به این منا خاک بود دیگه پا و 2000-3000 شاگرد که فایل میشه یک مزاحمت هم بود. ما در همون جای باز فرش کردیم بزی سنگای جغل دیگه پا بود. آب یک وقت ما سر خوردیم به تو یک بچه. خب باز ما بچه های ما را قسمی تربیه کردیم که امو هدف پدر مادر به دست بیاید. گفتم با که برآمدم پشت میکروفون ما یا کس دیگه بچه این بفهم که عقب داره توجه داشته باش. باز بچه های ما خوشبختی دیست توجه می داشته باشه. خب طبیعی پس در بین 3000 شاگرد یک تا شوخ هم پیدا میشه دیگه. میشه دیگه بله. مگر لیسه غلام حیدر خان در سرسبزی خودش نام داره، یک وقتی باغچه معارف هم شده دیگه. چم داره اینجا یک چیزی میپرسم، امینی حالا رو به خاطر از این نشاندین که باز چوب بکنین لد کنین یا کم کبه دیگه است، یا به خاطر سرسبزی محیط است؟ نیالا را جناب شمس دلیسه غلام حیدر خان با درخت های داشتیم که درخت های مسمر نبود غیر مسمر. برای لویجی که میوه نداشت به ما مزاحمت های دیگه هم میکرد به مکتب. مثلا پشخانه وجود داشت که پشخانه در ابتدای سال گل میکرد، از اوش ما ملازم های ما شاکی بود و مشکلات داشت، گلایش میریخت خرابی میکرد. بعد از او بعد نیمه های سالی شکرک میگرفت یک خرابی دیگه میکرد، باز داخل سال برگش میریخت دیگه. بالاخره باز ما تصمیم گرفتیم با معلم صاحب با یک جای و با شاگردای ما که امی درخت ها درخت های مسمر باشه. مردم ها پیشی تو پلانه بوده در مکتب درخت مسمر کار نیست، بچه ها شوخ هست بچه ها شوخ هست، ولی با آل عبدر قنبیوه داریم دلیسه غلام حیدر خان. امی درخت هایی که یاد کردم پیشتر غیر مسمر در پلوی هر کدام از این ما یک درخت مسمر شاندیم به فاصله یک متر دو متر دورتر از اون. زمانی که درخت ها به اصطلاح موطنی چسبید سوز شد، باز ما این درخت غیر مسمر زدیم. حالا می درخت های ما کلان شده میوه میگیره و بچه های ما دانش آموز های عزیز ما واقعا که از امو اخلاق عالی و عمیده برخوردار است. در زمان میوه که میوه اکثرا شاگرد ها اگر تو پیش هم کنه خوده به دانش ها میوه میه، ولی میوه را باز دست نمیزنن و ما هم با این کوشش هم میکنیم دست بزنن تو لط بخورن که دلشان باید شد. اول خب ما کوشش کردیم که فرهنگ چوبه از چند سال به این طرف ها پس کنیم، چون بچه های ما حال مجالی را نمیده که ما به چوب بزنیم. بچه ها را که ما از بچه ها شکایت ندارم جناب شمسه، بله زیبار هم ما گفتیم هر آن کسی که بچه مکتب ملامت بکنه ما قبول نمیکنم. ملامت ماستیم، اگر ما اداره و منجمنت خوب داشته باشیم و همینطور که پدر و مادر و ما را صلاحیت میده با کار خود کنیم، بچه نقص نداره شد. بچه ها در راه خود روان است، در راه تعلیم، در راه تربیه و فضل خدا ما چوب و درخت های غیر مسمر هم تا بال هره نکدیم و نکندیم. خب از مسمر که هیچ دیگه ما چوب هم دارم ناگفته نمونه شمسه. ولی از یک هم تفریق رفتیم بازدگاه ایسوس گشتیم، من یک تا چوب هم بادم طول بکس موتر ما آورده ما هستم بوجه ضرورت میشه باز من استفاده نمی کنم شد به این مانو که موقع نمیته بچه های ما، به این مانو که بچه ها مویش اصلاز، بچه ها یونیفورمش برابر است، بچه ها کتابش پیشش است، بچه ها قانون مقررات مکتب رعایت میکنه، بنابراین دیگه نیاز به چوب نیست. درست درست درست. بله تشکر استاد. یک وقفه کوتاه میگیریم، پس از وقفه در مورد کوهستان صحبت میکنیم و فرهنگش. با ما باشید. بسیار خوش آمدین، بسیار خوش آمدین. در مورد کوهستان مدیر صاحب، یک چیزی شنیدیم میگن که پرنده ها وقتی از فضای کوهستان تیر میشن رای خود تغییر میتن. شکاریز مردمش. مردمش شکاریز واقعا. خب زیاد شکار میکنه. شما شکار کردین؟ شکار بله.
این شکار هم یک قصه جالب داره امیره برد بگویم با امی برادرهای ما که پیشتر پرسان کردی یکیش که باد از مرس کاپیساز شاروال بود و آلی هم وظیفه میره باز ما وزی یک رقابت نیک آسانی کار به خود میپالیده میشه دو تفنگ داشتیم با یکیش به اصطلاح وطن دبل میگو تفنگ های دبل که او پر میشه دو میلکه دارو مندازی نه خب فنگ های وطن از دبل با میشون خب خب چرایی و یکی یک چرایی داشتیم خب خب این چرایی کار شاسان بوده کار تو در جب میکشیده او منداختی باز ما وزی جنگ مدعمی بود که او میگفت چرایی رو من میبرم صبح من میگفتم من میبرم بالاخره به این نتیجه میرسیدیم که هر که زود بیدار شدم چرایی رو ببرم با تا صبح نه او خوب میکرد نه من که چرایی رو ببریم سب خب. این تو فرهنگ واقعا است مردم کاپیسا به شکار علاقه داره و یک منطقه ایش است که او باز رواج داره نور پر میکنن یک زمین کلا نو اعلام میکنن شب خب. باز این مرغابی آره یا پلاستیکی یا چوبی جور میکنن عین مرغابی خب. خب. باز دوجه میمونن که مرغابی آباد ایره ببینه و بشینه بزنن شب باز شکار خب. کنن خب ولی در اون منطقه ما باز شکار زمینی خوششان نمیه شکار زمینی رو میگه هر که کده میدانه هوایی خوب است که بزنیم حتی در پرواز در پرواز باز در پرواز میزنن سب شکار چی های ماهر وجود داره که زمانی که شکار میه و یا باز فیر میکنن سه تا چهار تا پنج دانه شکار میکنن سب هوایی خب واقعا در منطقه ما هر نوع شکار وجود داره شد درست درست کشتارگاه پرندگان همونطور است بله بله خب من یک چیز دیگه هم شنیدیم در مورد کوهستان در فرهنگ خواستگاریشان میگر بسیار چی داره مراحل بسیار سخت داره میشه قصه کنه این چیست خوب آمز دیگه خوب است باشه که آه دختر خدا آدم که تربیه میکنه کلان میکنه حال مجردان دیگه ای تو نمیشه که هر کس آمد بگویی برو ما میتون بتیره ما خوب توجه میکنیم که این دختر ما به اصطلاح وطن بدبخت نشه درست اما قدر یک بچه دار کوشش میکنه که جای مناسب پیدا بکنه دختر دارم توجه میکنه که جای مناسب باشه بله. آینده دختر ما در نظر باشه بچه دار کوشش میکنه که آینده بچه ما در نظر باشه اگر روابط خوب و اصله باشه بنابراین قرارداد سختگیری ها وجود داره سه. خب مثلا میگین یک نمونه شو میگین که سر داماد کدام عملیات اجرا میشه یا چطور لطش میکنن نشان میزنن سرش میگن نشان میزنن یا میگن که برو یک چند تا پرنده در هواش کار کن میتونی نمیتونی والا بگم که پخ مبالغه هم میباشه این مبالغه است که شده دو اندازه نمیباشه ولی توجه خاص وجود داره که روابط برقرار باشه که هم دختر آرام باشه هم بچه آرام باشه یک روابط صمیمی وجود داشته باشه این تو گپا هست ولی به اون شکل نیست از قری خودتان از اون سالا که شما نوجوان بودین کدام ریش سفید بسیار اعصاب خراب یادتان میاد که قار میشدن در محلات در نزدیکا همسایا دوستا 100% یک ریش سفید قابل قدری بود آمجان بابا میگفته میشه خب آدم کلان بود از پدرای ما که کلان بود بازی آدم یک خصلت اجتماعی داشت آدم قاروگ بود واقعا قاروگ بود شد دائم که می آمد به یک باغ داشت یک دیوالک سیکنجه یک بالا پوش هم داشت در موجه میشش بازی از امی در وطنهای ما یک رواج دیگه هم داره بچه ها علاقه داره غولک میگویند یوم شکاری شکار و این بچه ها که می آمد تیره فکر نمیکرد زمینی کیست گندم آبه بود سبز یا کشت و کار یک میدر آمد تو آمجان بابه ما پسینه میگشت که زمین کیست باز هر زمین ما مثلا که میبود یا زمین کسی دیگه که میبود تزمی او دور بچه ها باز ممانعت میکرد که گندم خراب میکنی او بچه این نام چند پشتش هم بگرفته واسه فلانی ها برای واقعا خوب یادم میاد پتک ها کده سر ما ولی پتک های محصر بوده خداوند مغفرتش کنه باز مغفرت بکنه بعضی ها هستن نیدیم قرجات در یک جای زیر درخت میشینن نزدیک را باز میاد فال که تر میشه بیا اینجا بچه کی هستی نواسه کی هستی سلام یاد نداری بلا زدید این دو چیزایی میگه او از امو چند پشتش یاد میگه بود بله امو نیک بود خداوند مغفرت خدا مغفرت بکنه همه گذشته آره خب نوبت وقفه است پس از وقفه با مدیر سپ کوهستانی صحبت های دیگه داریم ما باشیم
بسیار خوش آمدین. ادامه برنامه سراچه است. ما مدیر صاحب اسدالله کوهستانی را داریم در برنامه. نوبت رسیده به یکی عکس های از سالهای پیش و از تجربه های کاریشان ببینیم و نظر مدیر صاحب بگیریم و ضمناً هم چند عکس دیگه که در مورد نظر خود دادن. همکارای ما خواهش میکنم که لطف کنن عکس ها را بیارن و ما مدیر صاحب خود دیدیم اینجا. عکس اول این خوبی ساحه مکتب است. جالب سرسبزی مکتب است. بله زیر تعمیری که اون رو میبینی تعمیر مکتب است و اون رو چمن مکتب است. اینا را زیادترش شما خودتان کار میکنین، باغبان دارین و مسرپرستی شما میکنین دیگه؟ جناب شمس ما اگه بانگی و اتحاد در مکتب خود داریم از معلم شروع تا ملازم هم کس دست داده میستیم که فضای آموزشی باشه. باز باغبان هم داریم، عکس باغبان داریم. بسیار خوب بسیار خوب. عکس بعدی؟ این هم یک چمن است که یک وقت ما تو خستگی بوده در موششتیم سب داخل مکتب هستی چمن. خب بسیار خوب. عکس بعدی رو میبینیم؟ عکس چند سال پیش است که از مسیح است. خدا خوب جوانتر بودین دیگه. خوب بوده. زیاد سال پیش بودین. من جوان هستم. دیش من سفید شدم. گرمیست. گرمی دارم. گرمی دارم. از کدام سال بوده این عکس؟ این عکس یک 9 سال پیش بوده. 9 سال پیش؟ بله. خب. هم تو جوانتر بمانین استاد. خب. این صحنه مکتب است که اون بوجه باز پوینترش بچه های ما فایل میشه از طرف صوبانه. و درسی تایم مکتب. باز خوب است شما یک سایبان دارین دیگه بر بچه ها در تابستان اذیت نمیشن زیاد نه؟ درخت ها داریم چه؟ درخت ها داریم. داریم با سایه دار. درست. این یک تصویر سو رئیس پانتون الازهر است مقیم در این چیز. کابل. نمایندگیشون در کابل. باز یک برنامه بود بهترین قاری بهترین قاری ستاره قرآن از مکتب ما شد باز او تقدیر کرد. درست است. شما از این بابت افتخارات زیاده دارین دیگه در کنکور بلی. در سرسبزی مکتب در قرائت. خب بله. عکس بعدی؟ بله این یک عکس بحثی در خانه است. ما در زمان کرونا ترسیدیم یک چرت زدیم شب کرونا رو سپری کردین؟ زمان کرونا بله. خب شکر بلی. خدا که سالم هستین. خب نه ما کرونا مرا نگرفته شه گل مرا دور نکنی عزیز جان. زمانش سپری کردیم. زمانش سپری کردیم. خب زمانش سپری کردیم نگریم ما. عکس بعدی این فکر میکنم بیرون است. این یک عکس بیرون است مدیر صاحبای مکاتب رئیس معارف ولایت کابل ترکیه سی. خب یک بار ما یک سفر رسمی بود به ترکیه برای 20 روز رفته بودیم. بسیار خوب بسیار خوب. عکس بعدی این تختاره که میبینی سه بی یک ابتکار بوده سه. ما چوکی و میز نداشتیم. همین درختایی را که پیشتر گفتم درختای غیر مسمر که ما قطع کردیم کلش چوکی جور کردیم سه تو تختا کشیدیم چوکی های مکتب جور کردیم. همین یک قسمت کارهایی که خود مدیر صاحبا در داخل مکتب میکنن بدون از اینکه محتاج مؤسسات و وزارت و دیگاه باشه این بسیار خوب است کمک میکنه. حداقل یکی از مهمترین مهارت هایی است که به نتیجه میرسن آدم. خب عکس بعدی رو میبینیم. از کدام سال است یک سال؟ این ما زمان دوری عسکری مسی سال 60 سی عکس ما در وقت عسکر بودیم. خب عکسای چند تا عکس دیگه که هست یک دو دقیقه بعد خود دیدیم. امید در مورد عسکری تان بگوین کدام سال رفتین عسکری؟ بچه‌ها هیچ کدامش عسکری نمیشناسن نه رفتن نه بلد هستن نه خبر دارن. ان شاء الله وقتی هم میرسه. نه باز نمیخوایم عسکری رو نه. خب در مورد عسکری استاد بشنوین. عسکری جناب شمس به من یک خاطره واقعا بوده یک خاطره میشه که جالب بگویم. خواه جالبش به این مانا که من زمان یک سال 60 عسکری رفتم به پلان ازی که عسکری من 6 ماه است میرم 6 ماه عسکری میکنم و بیاییم به خیر دوران ختم شوه. من که رفتم به عسکری 6 ماه من که چند روز من که پوره شوه یک سال شد. ما دیگه که رفتیم کمر یک سال بسته کردیم. خب خب. حتما به این 6 ماه تو اعلان میکنه کسی. خب. با همو تو هم شد. خب. چند روز که از من موند 6 ماه شد. یک سال شد. یک سال. بالاخره خو گفتیم بیا کمر خو به این بسته کردیم. یک سال خلاص شد. بریم. یک سال که پوره شد چند روز که مانده با همی تلویزیون اعلان کسیب که 1.5 سال شد. پیش از خلاصه به 1.5 سال بله. باز به همین شکل
دیگه از مکه می ده روز، پانزده روز، بیس روز میمونه، این دو سال شد. خلاصه ما برات بگویم جناب شمسه، یک دوره لسانس عسکری کردی؟ ما چهار سال فکس عسکری کردم شد. بجای شش ماه. بجای شش ماه. چهار سال. چهار سال ما عسکری کردم، سال شصت رفتم و سال شصت و چهار باز ما ترخیص شدم. درست. و جالب بودن دیگهش که بعد از اون که ما ترخیص هم شدم، ترخیص ما را به امضای قمندان کندک برد، خداوند ایره مغفرت کنه، یک دیپلم انجینر بود، این ترخیص ما را قید کرد پیش خود، گفت کی رفتن میدانه. خب باز ما یک دو روز مراجعه نکردم، بالاخره رفتم با قمندان صاحب، از ما خلاص شدی عسکری مال ما، پس از سر عسکری کنم. گفت تا تو یک دو هفته دیگه هم رفتن میتونی، تو خب عسکری نکردی، یک دو هفته دیگه هم بعد از ترخیص هم بگو عسکری. خب باز آدم بوشفید بزرگبار بود، من گفتم سعیز من بباشم قمندان صاحب. باز بالاخره ترخیص گرفتیم، چهار سال عسکری کردیم، دوریش پایان رسید. خب چند تا عکس از شاگردای استاد ببینیم که دمارش نظر بتیم. حتما رئیسایی که شاگردایتان که به ریاست رسیدن و معینیت اونها رو خوبی خیلی حساب نکردیم، زیاد از گفتین درست؟ زیاد است. آه درست. خب اینایی که یک چند تا هستن، من نمیفهم نااهل هستن یا اهل هستن، شما بگوین. خب بچه های بسیار با درک هست، بچه های بسیار با بینش هست، واقعا بازی ها خاطرهای نیک داریم، خاطره خوب داریم. آقای اجمل رحمانی. بله بله. یادتان می شوخ بود؟ والا خب لط خورده یعنی؟ بکنم که دوران مکتب بچه ها تو نمیشم که با تو هم از سیستم های تعلیمی و تربیتی میگو که بچه ها را زنده نگاه کنی. این به این معناست که یک قدر هم سر بچه ها فشار نباشه که بچه خود همه تو بگرسه، بچه ها را زنده نگاه کنی. مردنی شما باید بچه ها را موقعی ها را دادیم که زنده نگاهشون کنیم در مکتب. باید اون قانون مقررات خود تطبیق کنیم. درست. خب عکس بعدی اکلیل حکیمی. بله سیپ، یا کسایی خاطرهای بسیار نیک داریم، خاطرهای خوب داریم. خب واقعا قابل قدر بودیم، واقعا دوست داشتنی بودیم. وقتی وزارت بسیار با اقتدار بود دیگه. بله بله بله. خب بله ما الفت سیپ، آقای الفت سیپ، ما وزمی مکتب خود دمی دوری پارلمان قبلی که بود هفت وکیل داشتیم. خب هفت نفر شاگردتون وکیل پارلمان شده بودن؟ بله فارغ شده و بالاخره سه باز به وکالت خود کاندید کردن، هفت وکیل ما از مکتب خود داشتیم. گاهی وقتا آمدن ادای احترام کردن؟ من سپاسگزار هستم که در زمان وکالتشون بطوری که لازم بوده به ما و معلمین خود در مجموع به مکتب کمک داشتین، احترام داشتین در صورت هایی که ضرورت می شد. درست. بله کمک هم میکنن، ولی ما قدر تقاضا باز نکردیم که ما چی باید بکنیم. امی فشار و تأثیر و امو قید معلمی و مدیریتی و دوره مکتب یک قسمی است که اگر آدم رئیس جمهور هم شد یادش نمیره و یک قسم مربوط به بسته به مکتب و استاد خود میباشه و به نظر من بهترینشان همو از کسایی که احترام میکنن به استادای خود ولو هر کاری باشن. خب یکیش به تبریکیش که رفتم یادم آمد چپ زمانی که در سالون داخل شدیم که او همه که داخل شدی که من فکر کردم در صنف ما آمدی. این گفتم بود چپ، سپاسگزاری میکنیم از شما. بله. بله. خب عکس بعدی هم داریم؟ میرداد خان نجرابی صاحب است. یو مسئله سی غلام حیدر خان فارغ شده است. خب کدام خاطره ندارین ازش یا نمیخواین بگین؟ آدم خوب بوده، خاطره بعد می باشه ولی حال باشه خاطریش. خب باشه حاله. خب جوانه خود اگر خود مستوری کنه در مکتب پیش استادایش هست دیگه. بله. بله درست. خب بازم نوبت وقفه است، پس از وقفه تجربه های دیگه که استاد داره میپرسیم با ما باشه. بسیار خوش آمدین. ادامه برنامه سراچه است. شما میبینین روی میز دستاوردهای مدیر صاحب کوهستانی است که بعضی هایش یا شاید زیادترش هم اینجا نیست، در خانه است. بله. در مکتب است. ما شنیدیم از خانه برده بودین، از مکتب برده بودین خانه. خیرت بود. بله. چیزی پیش بینی کرده بودین؟ جناب شمس یک 170 تقدیرنامه دارم. 170. بله.
باز یک تعدادش دمی اواخر خانه انتقال دادم، بردم خانه. خب باز پشیمون شدم ولک. چرا بردین اصلا خانه؟ چرا برم یکو کاس برگو ولک تقدیر نامره تو گرفتی می تقدیر نامره یک ذره کم کو که کسی باز خفه نشه. با گفتم بالا ازی خوب خفه نخواد کسی شوه، بازم تو آن بود. خب تو آن بود تمی بزرگا که آمدن سه به اداره مکتب غلام میدرخان می تقدیر نامه دیگه که با وجود سیجه بوده، باز بسیار باعث خرسندی شان شد، ما رو تشویق کردن و باز ما پشیمون شدیم گوار چطور برده پاس میبرمشون مکتب. خب پاس برشون مکتب. خب در مورد اینا چیزی معلومات بتین، از این شروع میکنیم. این یکی را کی برتان داده و کدام سال چه وقت؟ این یک وارد است که یک شهف سال پیش به افتخار روز معلم ما را یک معلم به گفته وا یک معلم شایسته دانستند، اونه بو ایوارده به امو روز بر ما از طرف مجلس سنا داده شد. مجلس سنا و ای یکی؟ ای یک ایوارده است که بین مکاتب بریتیش کانسل شهر کابل یک رقابت انداخته شده بود که تا چی حدود اندازه مکاتب افغانستان خود عیار کده میتونه به می سیستم های نو تعلیمی و تربیتی. باز مکتب ما در اون جمله بود. خواه. این مکتب باز مقام اول گرفت به مناسبت امو گرفتن مقام اول. خواه. باز یه وارد بر ما دادن که اموس یک چهار پنج سال پیش. بسیار خوب. این هم از طرف شورای ملی است. این هم سب کنم یک چیز هم داشت مشان جرگه. باز از طرف ازما به مکتب ما ادا شده داده شده. باز ما یار به صفت یک دستاورد نگاه کردیم پیش خود. بسیار خوب. باشد. این یکی اکستان هم از تو ی عکس مری که میبینه یک پروگرام برقراری سفیران صلح بود از هر ارگان. خب باز سفیر صلح معرف در اون زمان مرا انتخاب کردن دیگه، بنا به بزرگی که داشتن بازی ایوارد دادن که جنوشته اسدالله کوهستانی سفیر صلح معرف افغانستان. ای به همون مناسبت یک چهار پنج سال پیش بر ما داده شد. بسیار خوب. و ای هم مدال غازی میر مسیدی خان حتما کرزی سپ تقدیم کرده. ای مدال بوده که او را کرزی سپا در زمان حکومتش باز بر ما همین مکتب یک وقت در یک تلویزیون خارجی انعکاس داد. خواه. باز کرزی سپ پوره دیده بود که مکتب به پیمانه سبز و به پیمانه مکتب زیبا. باز امی مداله بر ما کرده ایست. اینا رو که گرفتین دماشتان هم تغییر آمده بود یا نیمود؟ نه دماش تغییر نبود ولی از نظر معنویش ارزش داشته، ارزش بزرگ دارست. خب سر دماش هم صحبت خود کردیم. آه. و ای هم ای مدال غازی غازی میر بچه خان است که ای را یک چهار سال پیش رئیس جمهور قبلی دکتر اشرف غنی بنده مناسبت می که بچه ها از اینجا به فاکولته زیاد میره، بچه ها نظم و نظام به خوب داره، همه توی اگه نکاز داشت با سیر لازم دانستن به ما دادن. خب بسیار خوب. خب از این نمونه ها خوب بسیار زیاد داریم که فقط چند تاش اینجا داشتیم. در مورد این هم بگوین سازمان جوانان روشن فکر. بسیار قابل ارزش و به این مونو که می جوانای ما بچه های خود ما اکثرا دهی بوده بچه های با درک با احساس او پیشمه بسیار قابل قدر اما ایش قابل قدر است ولی او چون که نمایانگر عزیز که ما تانستیم به بچه های خود به زعم از او خدمت خوب کرده باشیم و از طرف بچه های ماست برای مره ایر ادا کردیم در دو سه سال پیش. بسیار خوب. آلی بگوین که امی ماش معلمین چرا تغییر نمیکنه استاد؟ ماش معلمین تغییر کرده. چقدر تغییر کردن؟ باش معلمی رو خب در این وقتا یک طرز العمل جدید هم آمد که با اساس زمو باش معلم سیبا که چهار پنج ماه معاش ندود اجرا نشد بالاخره معلم سیبا معاش خود دریافت کردن، معاش خود گرفتن. خب که تنها معاش بود مانده که جدی و دلوام اواله شده خلاص شده فکر میکنیم بوده می هفته بیایه یک تغییرات آمده. خب شکر بسیار گفت خوب است. آمده امیدوار هستم که در رابطه با قشر معلمین که واقعا با چالش ها و مشکلات های فراوان روبروست
یک تجدید نظر شوه، معاش خوبتر و معاش بهتر و معاشی که اصلا کفایت میره بکنه که یک معلم مریض داره پیسه مریض شوه، یک معلم آردکار داره پیسه او شوه، پیسه روغن شوه، پیسه خانهش کرای شوه و غیره و غیره گپا. در این رابطه امیدوار هستیم که یک تجدید نظر به وجود بیاید. یعنی این امید خود همه ما داریم، معاش معلم و یک قسمت از مامورین دولت. بله. از سالهای پیش یا چند دهه به این طرف اصلا مطابق به ضرورت زندگیش سنجیده نشده. نشده. درست است نه؟ بله. فقط یک مقدار پول برشان میتن. بدون از اینکه فکر کنن مثلا چقدر مصارف در خانه داره و مثلا چقدر کرامته یا ضرورت دیگهش. بله. به هر حال بسیار تشکر استاد، لطف کردین، صحبت شما استفاده کردیم، قصایتان بسیار مزه‌دار بود، تجربه‌تان بسیار با ارزش. بسیار تشکر سپاس از شما که ما را وقت دادی و به این برنامه دعوت کردی. خداوند بزرگ شما را در زمان خود داشته باشه. جوانای عزیز ما را هدف آرزو و آرمانی که دارن به مو هدف آرزویشون برسون انشالله. انشالله همه ایتون انشالله که با آرزویتون برسین مثل که استاد برتون دعا کرد. بله. از همه شما تشکری میکنم، تا هفته بعد خداوند یار و نگهدار همه.